آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA دوشنبه 11 نوامبر 20 آبان در گزارشی محرمانه اعلام کرد که بازرسان رد ذرات اورانیوم را در یک مکان اعلام نشده در ایران کشف کرده اند. این برای نخستین بار است که آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعاهایی را که قبلا ایالات متحده و اسرائیل علیه فعالیت‌های مخفی اتمی جمهوری اسلامی مطرح کرده اند تصدیق می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس در گزارش دوره‌ای خود که هر سه ماه برای اعضای شورای حکام آژانس ارسال می‌کند اعلام کرده که ایران از شنبه 9 نوامبر 18 آبان غنی‌سازی اورانیوم در سایت زیرزمینی فوردو را آغاز کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران ذخایر اورانیوم غنی شده با غلظت پایین را افزایش داده که نقض توافق اتمی سال 2015 است. در این گزارش آمده ایران غنی‌سازی اورانیوم تا حد 4.5% را ادامه داده، اما بر اساس میزان مجاز در توافق اتمی غنی‌سازی نباید بیش از 3.67% باشد. آژانس همچنین میگوید ذخایر اورانیوم غنی شده با غلظت پایین تا 3 نوامبر 372.300 گرم بوده، در حالی که در 19 اوت ذخایر ایران 241.600 گرم بوده است. میزان مجاز در توافق اتمی 202.800 گرم است. جمهوری اسلامی ایران همچنین با سانترفیوژهای بسیار پیشرفته تری غنی سازی می کند و در حالی به غنی سازی در فوردو مشغول است که این عمل در توافق اتمی ممنوع شده است. گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی کمتر از یک هفته پس از آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل اقدامات ایران را نقض برجام دانست و تهدید کرد که ممکن است به بازگشت تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه این رژیم منجر شود. وی اضافه کرد اگر ایران به اقدامات خود ادامه دهد، اتحادیه اروپا این حق را به خود می‌دهد که در صورت صلاح دید تمامی مکانیزم‌های وضع شده در برنامه جامع اقدام مشترک را به کار بندد. هایکو ماس خبر داد که با وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا در مورد اقدامات جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده است. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نقض فزاینده برجام توسط ایران را نگرانی عمده توصیف کرد و گفت اتحادیه اروپا در انتظار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است تا در مورد اقدامات بعدی تصمیم بگیرد. این اقدامات می تواند شامل اعمال مجدد تحریم‌ها علیه رژیم ایران باشد. عباس عراقچی، معاون محمد جواد ظریف، 18 آبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر استفاده طرف‌های اروپایی برجام از مکانیزم ماشه و بازگشت مجدد تحریم‌ها گفته بود مکانیزم ماشه خط قرمز ایران است. اگر پاداش ایران پس از همه نوع مشارکت، مذاکره و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازگشت به فصل 7 منشور سازمان ملل است، معنای آن این است که دکترین هسته‌ای ما اشتباه بوده است و ما باید سیاست و دکترین هسته‌ای خود را مورد بازنگری قرار دهیم.